خب نیمرو، نیمرو رو بخوریم و قورباغه‌مون هم اینجا. اسم اون کسی که قورباغه ها رو به من پولشو داده هدیه کرده رعناس و ایستادن دوتاشون اونجا. اینم که چایم میریزه. گفتم دفعه پیش یادم نیومد اسم این خانومه که به من گفته بود که من عاشق این قورباغه‌ات شدم، میخوام پولشو بدم که هر وقت ببینی به یادش بیفت، به یاد من بیفت. گفتم خب اسم خودت چیه؟ اسمش یادم نبود، بعدا دیروز پرسیدم. خب ما تخم مرغ مثل ترکا بیاییم نیمرو با نعنا بخوریم. دیشب رفتم گفتم صبح برای اینکه نمیدونم هوا چجوری و حالا چجوری برم، حوصله دارم ندارم، دیشب تو پیاده رویم از این نونای مخصوص ای گز نعنا رفت تو این، مجبورم نعناشون جوی بخورم. یه ذره از این کافه بخوریم با ماگ قرمز ببینیم ماگ مال کی بود؟ آها یادم افتاد، مال حالا این وریشو بذاریم، مال بکنم شری، شری به من هدیه کرد. جل جراخ که باقا جراخ الارمزه بلیلی آخ بلا بلا آمادشیم برای الا الا. بچه ها وقتی فوشم میدید بابا خنده داره. او 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 خب نیمرو رو بخوریم. چه ماگای خوشگلی دارید، خودتون دادید دیگه، هر کس برای من یه چیزی میفرسته بعدش میاد. بچه این لایوهای صبحانه خیلی خوبه، میدونید چرا؟ در واقع هم میایم صبحونه میخوریم، هم با هم غذا میخوریم، هم یه سری روزمرگی های خودمون رو با هم دیگه شیر میکنه. اتفاقایی که افتادم لباس نوناست. بچه نونا لباس ها رو از دست دوم فروشی میخره خوده، یعنی ببینید این لباس فکر کنم دست صدومیه دیگه. نونا رفته از دست دوم فروشی خریده، یه مدت خودش پوشیده بعد آورده به من، منم چند بار پوشیدم، حالا میخوام بدم دوباره بره بره باز دوباره بچرخ. اینجوری هست که یه قلوب بخوریم از این یه قلوب از این. تخم مرغ رفتم از کشاورزا خریدم و دست دوم فروشی وقتی اگر این سیستم جا بیفته. الان بچه ها تو این دوره هم راستی ساعت 3 به وقت ایران درست یه ساعت یعنی وقتی لایو من تموم شد لایو چت داریم تو کانال. نرگس میخواد بیا چی بگه از در رابطه با دوره همی صحبت کنه، کسایی که میخوام بیان تو دوره هم توی کانال.
ببینن که تجربهشون چطور بود. بچه ها هیچ کس چیزی نخریده، همه اون چیزهایی که تو خونه داشتن آوردن با هم به اشتراک گذاشتن. بعد این به اون داده، اون به این داده. Yes, yes. یکی پرسیده لباس های دست دوم رو چطوری میپوشید؟ و همینطور که میبینید پوشیدم دیگه، اینجوری در میارم، تنم میکنم، میپوشم. بعضی وقتا هم نمیشورمشون وقتی بستگی داره به حسم. یه دفعه ممکنه اصلا از کسی که میگیرم حس خوبی به من دست بده، اصلا نشورمش. مریض هم که نشد. به همین راحتی. زیبا شکم و درست. باید لباسای دست دوم شست. چرا بایدی نداره که. رفته بودم یه بار فلومارک یه کت سفید گرفتم، انقدر خوشگل بود، انقدر خوشگل بود. زن صاحب خونه اون خانوم رو نگاه کردم وقتی اون خانوم داشت اینو میفروخ. بعد انقدر حس خوبی گرفتم که تا مدت ها نشستم. فکر کنم تا 5-6 ماه نشستمش، همشم تنم بود. آها، شورت دست دوم هم میپوشی؟ خب سوال خیلی خوبیه. برای من شورت با لباسای دیگه، قسمتای دیگه، لباسای دیگه فرقی نمیکنه. من مثل اونا نیستم که حتی شورتاشون رو با لباسای دیگه نمیشورم. نه، من هم شورتا رو میشورم، هم این که شورت دست دوم، وقتی دست دوم اینو میپوشم، شورتم دست دوم میپوشم دیگه. اما نزدیک 4 ساله که شورت هم نمی پوشم. برای همین شورت های خودم مونده، هر کی میخواد بیاد نصفش رو بهش بدم. مثلا شورت آویزون نمی کنن تو بالکن، لباس های دیگه آویزون نمی کنن چون شورته. اوی 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 بیار و تخم مرغ. پروفسورها حالا نظر دادن، پروفسورها و دکترها شروع کردن به نظر دادن. بدید وقتی پریودی شورت نمی پوشید دیگه، الان پریود که نیستم. 4 سال، من الان 64 سالمه، 50 سالگی دیگه پریود نشدم. از 50 سالگی منوپوز من شروع شده. خیلی بامزه فکر کردی خودت دکتر. آخه ببین من دکتری خوندم ولی دکتری نمی کنم. ولی شما دکتری نخوندید دکتری می کنید، تفاوتش اینه. لباس مرده، لباس مرده هم می پوشم. یکی از دوستان هم سبتون بخورم
یکی از دوستا همسرش مرد، فوت کرد، حالا مرد. خیلی هم همسرش خوشتیپ بود. اون شلوار نارنجی رو دیدید که خیلی خوشگله؟ یه روز دیدم خیلی ناراحته، گفتم که علی گفت آره خونم هم پر از لباساشه، همش نگاه میکنم ناراحت میشم. گفتم خب چرا ناراحت میشی؟ بده همه رو بیام یه سری شما بردارم. بعد گفتش که باشه. رفتم با یکی از دوستان، یه خانمی بود اسمش یادم رفته چی بود، از یه شهر دیگه اومده بود، اونم بردم اونجا. یه پالتو بوست به اون داد، یه سری لباساشو به من داد. انقدر خوشگل بودم، مال مرده بودم. سر ارث و میراث انقدر دعوا میکنید، خب مال مرده است دیگه. اگه مال مرده بده، خونه ای هم که به ارث رسیده نگیرید. یکی از بچه ها، البته خب شما خیلی هم. خودش میگه من واحدی پاس نکردم. این که من واحدی پاس نکردم مال دوره قبل از انقلاب بود، درسته. من موقعی که قبل از انقلاب سال 57 قبول شدم، تا موقعی که انقلاب شد و دوباره وارد دانشگاه شدم بعد از اینکه از زندان اومده بودم، یه واحدم پاس نکرده بودم. پس شما که گوش میدید حالا اشکال نداره، یه واحد نصف نیمه هم گوش میدید باشه، بازم خودش خوبه. این حرف درسته که من یه واحدم پاس نکرده بودم اون زمان. سال 67 دوباره وارد دانشگاه میشم، دیگه پاس میکنم هر چیزا رو، بعد دکترامو میگیرم. سال 1375 همه رو در یه لایو تعریف کردم. سیرماخ بکنیم ببینیم که سیرماخ بکنیم اینجوری. چی؟ کسایی که میخوام بدونم من چرا زندان رفتم کتابای من بخونم، ولی خلاصش این بود که ما اومدیم رژیم رو سرنگون کنیم، رژیم ما رو سرنگون کرد. سرنگون شدیم دیگه. از طریق جمار مدرک گرفتی؟ نه، جمال بعد از اینکه من دانشگاه قبول شدم باهاش آشنا شدم، یعنی همزمان تقریبا. خود جمال رو بیرونش کردم به خاطر ازدواج با من، از سپاه بیرون کردم، خونه مصادرهش رو گرفتم. بعد بیام به حرفش گوش بدم، آس و پاس اومد پیش من با دوتا بچه. خودش رو وادار کردم که استعفای اجباریش رو بنویسه، یا با من ازدواج نکنه یا استعفا بده. استعفای اجباری در واقع اخراج مؤدبانه.
خونه مصادرهش هم ازش گرفتم. یه خونه تو یوسف آباد بهش داده بودم چون سپاهی بود دیگه، ازش گرفتم. آسپاس شدیم و به خاطر من خیلی چیزا رو از دست داد. بعد بیاد الان خودش رو راه نمیدادن سراغ کت خدا رو بگیره. تواب شدنم، زینب شدنم در این که دوباره منو قبول کنن در دانشگاه تاثیر داشت، چون دیدن دیگه فعالیت سیاسی نمی کنم. خب نبات من دیروز نبات بچه مربای بهار نارنج من که تبدیل شد به نبات، خیلی جالبه تبدیل شده به نبات. خب میام از این سیر نشدیم ها. نه ما ها سیر نشدیم. نهست خیلی خیلی هنوز ادامه داره. بیا چل امروز ست قرمزه، چایم چای قرمزه. دیدید؟ چای قرمزه، ست قرمزه. سیب قرمزه. بادوم جون، بادوم توی کاسه قرمزه. و اما حالا میخواییم که کره بخوریم. دیروز رفته بودم این تل و اینا رو بخرم که تا حالا تو یادم نمیاد تل خریده باشم. یادم نمیاد، شاید هم یه زمان خریده بودم، یادم نمیاد دیگه. من از اینجور چیزا نمیخرم که. خونه فرشته که بودم فکر کنم 7-8 تا تل خوشگل به من داد. خیلی خوشگل بودن همش، یه هم تو شکستن دیگه. خب و اما رفتم، بعد دیدم که کیف نبردم، این طلا اینجوری گرد بودن تو جیبم جا نمیشدم. بعد گفتم هی میافتم، همه رو زدم به سرم. سه تا تل، یه دونه کلیپس، مارکاشون هم نکندم. رفتم کلی پیاده روی و خرید و اینا، یه نفر شما بگید به من نگاه کردن. نو اتنشن کسی به ما توجه نکرد. باست نو میخواییم زیره بگذاریم. خب نیفته توی فکر کنم آشپزی بلد نیستی. درست فکر میکنی. با
آشپزی های من هم مثل همین دیزاین های لباس همه، مثل دیزاین های همه چیز هر دنبیلیه دیگه. ولی غذا هم به نظر اصلا هر کی میخوره خیلی خوشش میاد دیگه. خب اصل مسئله آشپزی عشق و محبت و اون رسپیست که رسپی که میگن که اصل نیستش، که اصل اون حالت احساسیه که تو در اون غذا درست کردن داری، تعیین کننده اونه. چرا بچه نداری؟ چون نخواستم هیچ وقت. حالا هر کدوم از این دوستان، شوهرم یا شوهر اولم که اصلا به اونجا نرسید، ما کلن 8 ماه با هم زندگی کرده بودیم، 2 ماه بود که با هم ازدواج کرده بودیم، اما هیچ وقت بعد با یه سری پارتنرهای دیگه من گفتم من از تو بچه میخوام فلان، گفتم برو بابا این همه بچه تو یه چیز، من خودم میخوام بچه خودم، بچه خودم هم. همیشه جلوگیری، همیشه نمیدونم حتی نازا بودم یا نه، تو همیشه جلوگیری میکردم دیگه. اگه میدونستم نازا هستم راحت بودم دیگه، جلوگیری نمیکردم. خیلی خوبه اونایی که نازا هستم، خیلی راحتم. آره خیلی ها بودن که میخواستن از من، خب آره دیوونه بودن دیگه میخواستن. یه گفتم سبکن، گفتم خودت 5 تا بچه داری، 6 تا نوه داری، میخواد از من بچه دارم. اون موقع من 44 سالم. چند سالم بود؟ 40 سالم بود باش آشنا شدم. با اووه آشنا شدم 44 سالم بود. خوشبختانه دیگه نمیگفتن چون میدونستن جواب منفیه، و حتی یکی از دوستا عصبانی شد گفت بابا تو چقدر این مسئله برات مهمه، بچه دار نشی بچه دار نشی. عصبانی شد، نخواست با من سیکس کنه. گفتیم نکن دیگه، باشه رفت. خلاصه اینم ازه. گفت معلومه منم خیلی دوست نداری. گفتم که حالا دیگه هر تفسیری میخوای بکنی بکن. ما نمیخواد برای رابطه همون میخ بکوبیم. بهترین کارو کردی. آره شاید هم میگفتم من چون بچه رو آزاد میذارم، بچه رو سریع از من میگرفتن دیگه.
چون بچه که وقتی مال دنیا می... وقتی دنیا میاد دیگه فقط مال تو نیست. منم گفتم برو برو هر کاری میخوای بکنی بکن، میمدن از من میگرفتن دیگه. من تجربم در رابطه با بچه ها رو توی لایوهای بستریم نوشتم. باید مراقب بچه باشی، باید فنان باشی. گفتم با بچه خوش بیشتر از تو میفهمه. ما فکر میکنیم ما بیشتر از بچه میفهمه. چند بار ازدواج کردی؟ دو بار. دیگه اون زمان که خواستم به من بگن صلاحیت بچه دار شدن یا نشدن رو داری، دیگه آب از سر اونا گذشته بود. ما خیلی وقت بود که دیگه هر کی که میمد میدونست که من بچه رو باید جلوگیری کنم. دوتا از دوستان وازکتومی شده بودن، گفتن زیبا میخوای ما لولامونو باز کنیم؟ گفتم نه 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 لولات بسته است، خیلی خوبه. نه نه بذارم اون لولا بسته بمونه. آها، کله پاچه رو فوزیه درست کرده بود. یکی از بچه ها گفتش که موقع خوردن سیر بریز روش. خب ریختم دیگه، ریختم. موقعی که داشتم میخوردم جلوی شما ریختم دیگه. یه سری بچه ها اومدن گفتن زیبا تو این غذایی که برات آورده مثلا ممکنه چیز خورت کرده باشه، هر چیز. آخ بعضی ها میرن توی غذا نمیدونم دعا می نویسن، نمیدونم شاش می ریزن، نمیدونم چی کار می کنن. شما نمیگید؟ اولا که من که این غذا رو خوردم بسیار خوشمزه بود، برای منم خوب بود، اصلا هر چی توش ریختم آقا من راضی، من راضی. اونایی که این غذا رو شک دارن خب نخورم، من خودم میخورم. اومده به من نوری، نوری چیز حسین من همون که مرغ و خروس داره، همون که من رفتم پیشش، بعد گفتش که به من گفتن فوزیه نمیدونم توش چه چیزایی ریخته. گفتم مگه اصلا همه چی ریخته؟ خوب کاری کرده دیگه، خوب کاری کرد. من به دعاها و چیزایی که شما توش میریزید کاری ندارم، به خوشمزگیش نگاه میکنم. میخواین منو جادو کنید؟ آزادید، بیاید همه تون منو جادو کنید، همه تون منو چیز خور کنید، همه تون بیارید دم در بذارید چیز خورم بکنید. خوبه؟ دیگه بالاتر از این هرچی هم دوست دارید بریزید توش. من یکم میخورم، اگه خوشمزه بود ادامه میدم، اگه دیدم خوشمزه نیست نمیخورم. میگه زیبا شکم مو هستی؟ شکم معلومه دیگه. حالا دوش یه دون غذا رو آوردم برامون، یه چیزایی هم دوش ریختم. خب ریختن که ریختم. این همه
بچه های کار میرن از تو آشغالی و اینا مواد غذایی پیدا میکنم میخورم. من چه فرقی دارم باش؟ جادو میخوام بکنم بکنم دیگه آزادم دیگه آزادم ما رو جادو کنه. شاشتون هم بریزید توش دیگه نهایت اینه دیگه بریزید دیگه چکار کنید؟ من که نمیدونم من که نمیبینم مده میگه نوری میگه یکی به من از هامبورگ گفت اولا سابنم کسی که یه خبری میده و اسم خودشو معرفی نمیکنه خبرش بی اعتباره اون خبر ارزشی نداره. من یه چیزی میگم به نگو که من گفتم خب نگو با گفت من گفتم پس معلومه یه چیزی ریگه تو کفش خودت هست دیگه وگرنه میگی بگو من گفتم. حالا اینو میذارم برای کاندیس. کاندیس جون بیا الکی الکی چه خوشمزه شد اینا. در مورد گوشواره ها الان میگم این گوشواره ها هر کدومشون تکیه هم خیلی از این گوشواره ها هم از رو زمین پیدا کردیم. خب منم گفتم تکیه هم که تکیه هم تکیه هم خودش یه دیزاین هم. اینو با این میندازم اینو با خیلی هم میندازم اینو با خیلی هم میندازم چون به خیلی هم میخوره. من گوشواره بخر و نمیدونم دیزاین بخر و فلان بخر اینا نیستم. ما سراغ مد نمیریم مد خودش سراغ من بیا. مربای بهار خودم اومدم درست کردم رفتم توی گروه انقدر که مشغول این دوره همی و نمیدونم گروه و حرفای گروه شدم دیدم که داره جز جز بگو اومدم دیدم آبش رفته ولی نسوخته بود فقط آبشه. حالا میخوام یه کار خیلی بامزه بکنم چون نونم تموم شده اینو میذارم توی زیبا رفتارت روی من خیلی چیزا رو اثر گذاشته خوشحالم. پولکی بهار نارنج راست میگم امروز صبحانم دوتا نیمرو
دو تا تخم مرغ نیمرو با اون همه نون پنیر و کم بوده؟ نه شما عادت کردید به اینکه من خیلی بخورم. من میخوام بخورم. نه اونقدر سفت نیستم. اونقدر سفت نیست. مثل سوهانم نشده بیا. ولی خیلی خوب شد. خب خوشبالت دندون داری زیبا. خیلی کاهو با شیره میخورم تو هم با مربا. آره اتفاقا داشتم به کاهو فکر میکنم که با شیره بخورم و یه دفعه بودم اه خب این که مربا هست بذار با مربا بخورم. خیلی خوبه. قلب مشکی این. آره خیلی خوشگله اینا. بازم از اون چیزا یک هر که بخواد بهش میدم. یه سری چیزا رو باید دیگه بدم. کسایی هستن که مثلا گفتم اونو به ما بده اونو بده. من ای این آخه این داره کچ میشه. درست باش بیا اینجا باش. اینا رو هم به من فرشته داد. خورشت قورباغه. قرار قورباغه بخوریم دفعه بعد که رفتیم رستوران چینی برای گریلشو یعنی کباب شده شو. به به قورش قورش آخرین قورش قورش هم برداریم از این بخوریم از این. خیلی جالب شد با این مرباه به جای شیره. برو توی این هم بیاد این هم بره توی این دیگه. یه برو تو هم اینجا هیچی تو نمونه. نیمرو نه دوتا وست بود. قورباغه میگن خیلی خوشمزه است. منم میتونم حدس بزنم که خیلی خوشمزه باشه. قورباغه پلو هم درست میکنن دیگه. مگه میگو پلو نبود؟ نمیخورم. زیبا چند تا عینک داری؟ الان دیگه خیلی عینک دارم. این دوتا رو برای استفاده بیشتر میکنم. چه لباس خوشگلیه. این لباس هم میخوام بدم بره دیگه. ولی سحر گفت بپوش بعد. چند بار پوشیدم دیگه. چرا راز سوره توحید رو نمیگی؟ گفتم دیگه. چه شد که تو هو الله و احد باشی و ما نه؟ لم یلد و لم یولد باشی و ما نه. ازلی و ابدی باشی و ما نه. تو صمد باشی و بی نیاز ما نه. ما هم ازلی هستیم هم ابدی هستیم هم ام خودمونیم هم فرزند خودمونیم هم پدر خودمونیم هم مادر خودمونیم و همه چی در ما هست.
زیبا برای خودت اسپند رود کن. اسپند رو دوست دارم اصلا. اصلا میخوایم بیام الان دود دود کنم؟ بچه میخوایم بزن بیام برم الان دود کنم. من اسپند رو دوست دارم. صبر کن. نه برای من، برای چشم نظر و فلان اینا دوست ندارم که، برای بوی خودش دوست دارم، بوشو دوست دارم. خب بعد کنید او بایسته اینجوری بیا. آها زه بود تو هم بیاییم با الان میبینیم، ببینیم روشن میشه. هنوز نه روشن نکردم. آره بویا خیلی خوبی داره. آسل جو راسنده. خوشم میاد از این حس خوبیه. آره آره داره داغ میشه. خب بریم که لا 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 لا. اوه چه بوی خوب. وای چقدر دوست دارم. بوش داره بلند میشه. صداشم داره بلند میشه. چیک چیک. اینم شعری داده. اینم شعری داده. اینم شعری داده. دیدید؟ دودشو میبینی؟ صدای چیک چیک چی میشنوی؟ او بچه باید پنجره رو فقط باز کنیم وگرنه صدای آلار میاد. صدای آلار میاد. آه 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 بچه با هم بریم، با هم بریم توی چیز. الان بگرمه الان صداشی. اوه اوه حالا برو بازم بشن سر جات. حالا یکم دیگه باز بسوز. سلام هستم.
دودش بلند شد یکم دیگه، اصل دودش خلاص هست. بسوز 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 برو بیرون دیگه، الان صدای چیز در نیاد. خب اینم از پیشنهادی که یکی کرد. اتفاقا من خوشم میاد از اسفند، از اسفند خوشم میاد و از بوشم همینطور، اما همیشه این کارو نمی کنم. یه موقعی که حس میکنم که میخوام خونه بوش عوض شه. خب مرسی از کسی که این پیشنهاد رو داد و اتمسفر خوبی رو ایجاد کرد برای همه. موهای دستتو دوست داری ناز کن. جان جان سیخ شدن موهای دستم سیخ شدن. شما نمانم بوی جو گجیریه، دوستشون دارم. سیخ شدن خب اینم از اسپند. حالا بیاییم اینو بذاریم اون و زوزو برق آلمان 220 است یا 110؟ بابا یه سوالایی بپرس که بله باشی بیا یه بار بپرس یه چیز. برم از احمد بپرس. خب اینم پنیری که بیاید یه ذره جلو بتونیم با هم دیگه لاست تراپی کنیم و سوالاتتون رو جواب بدیم. زو خب زبه همه چی آرومه، همه چی آرومه، من تو رو دیمدم. احملم حالش خوبه، موامو دوست دارم، موهای دستمو، موهای پام هم دوست دارم. خب چه خبر؟ برف اومده؟ نه سیل اومده اینجا و مسئولین آلمان گفتن که ما تا به حال انتظاری همچین هخواسایی رو نداشتیم و دیگه. بابا هنوز خونه تو نمیام که سیر نشدی بابا. اومدم خونت اینجوری نکنه، شاید یه ساعت بشنم سر سفره. اتفاق خونه ملاحت و فرهاد که رفته بودم، وای اینا چه زود غذاشون تموم شد، تو 5 دقیقه. گفتم نه من میخوام اینجا بشنم. گفت آروم برای خودت بخور. گفتم آره من میخوام از این فسنجونه بخورم، میرزا قاسمی بخورم، سالاده بخورم، چی چی بخورم. بعد گفتن، گفتم اگه میخوایم بشینین، اگه نه که من میخوام بخورم. اینجوری ترکی بخونم. بلبلر و خور چه چه برور، فقط همینو بلدم. باغدا جلسته، با افت همون رفته. افت نه، افت همون با افت، با کمال، با افتخار حاضرم ببرمش همون، انقدر که تو دوستش دارم. ولی گفت من سیستم همومم و اینا، مثل که فکر کنم باید دیگه، خوب خیلی وضعیت جسمش بد شده. بعد دیگه اینم از حالا که گفت مواد بی نظیری سر باز کنیم. بابا بی نظیرم بچه، این تله رو خریدم، تله رو خریدم، بذارم اینجوری. از این برش میزنم
ای یا از این ورش میزنه، از کدوم؟ من فکر کنم اشتباهی زده بودمش، فکر کنم از این ورش از این ورش میزنم، الان فهمیدم. بابا چطوش ها اول میسن بالا سیز دیدوزی آخت ها. خوب شد گفتید، الان بهتر شد. برعکس زده بودم، برعکس زده بودم. خیلی وقتا لباسانم برعکس میپوشم تا بیام متوجه. فقط خواننده نشد. نه 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 نمیشه، ما خواننده هم هست، اصرار بیشتر از این نمیشه. نه 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 شاید خواننده ما خوانندگی، اونم خوانندگی من با اون شعرهایی که میذارم لایوای چیز مقدماتی اصلا نمیشه. نه من باید خوانندگی بکنم. نمیشه. گردن بندم ایموجیه، ایموجی چیه نمیدونم. هایده بخون، هایده چی داشت نمیدونم. آره خیلی خوبه. بینگتون خوبه. سایز سینه چنده بابا؟ من خودم نمیدونم اصلا. دالا به اصلا باور میکنی که من نمیدونم سایز مایز داره؟ حالا من توی سال چند بود یه دونه سوتیان خریدم، دو بار سوتیان خریدم، داستانم داره. هر دوتاشم در ارتباط عاشقانه و احساسی و اینجور چیزا بوده. برید توی چیز بخونید، تو 125 نمیدونم، شاید نمیدونم خواه سایزا چندن، که شاید 120 باشه، نمیدونم 300 400 باشه. وحید رفته بچه هاشو دیده. خب ببینه چقدر خوبه زیبا. گردنبند هر کس خواست بیاد خودش بگیره، من براش بفرستم، مگر اینکه یکی داره اومده اینجا داره میره، بعد همون موقع همزمان بچه هایی که حرفی رو زد، مثل همین ملاحت که داشت میرفت، من یه سری چیزایی که مال نرگس بود و ساناز و سینا رو دادم بهش. گردن درد نمیگیری؟ برای چی؟ و گردن درد برای این؟ خیلی هم سنگین هم نیست. از بعد از آشنایی با تو شورتم نمیپوشم. خوب میکنیم، بذار هوا بخوره. به خصوص این که شبا من لختم میخوابم، اصلا نمیتونم لخت نخوابم. محال تو ندونی سایز چیه؟ خب سایز سینم رو نمیدونم، وگر نمیدونم سایز چیه. سایز یعنی اندازه، ولی سایز لباسامو نمیدونم چون خودم نمیخرم، میپوشم ببینم هر کدوم. سایز سینم هم که نمیدونم چنده دیگه. آویزون در کن. چی رو آویزون در کنم؟ آها اینو آویزون برای چی؟ چرا ببرن؟ خب بذار من برای چند هفته پیش یه بسته اینجوری درست کردم، دادم بردم به صلیب سرخ دادم. حالا فعلا این یه مقدار به چیزا میخوره، یه مواقعی به لباسا به چیزا اینو میخوره. حالا زیبا جان مهمان من غذای تبریز، بیا مهمان من تبریز. حالا بذاری ببینم، من سینم چی نفهمیدم. پوست پیاز بسوزون؟ برای چی بسوزونم؟ پوست پیاز و سیرم خوبه برای ضد میکروب، بدم نیستن اینا، خیلی چیزای خوبی هم. ولی خوب حالا پوست سیرا رو که خودم دیگه میخورم. شری چرا باهات قهر کرده؟ شری با من قهر نکرده. من یه مقدار در رابطه با این اومدنش که اینجا برنامه رو گفته بود میام و بر نیامد، من چیز کردم، گفتم دیگه یکم حالا دیگه نیامد دیگه، نه مسئله قهره نه چیزیه، ولی نیامد دیگه. خب خانوادهش رو ترجیح داد دیگه، بی احترامی خاصی به من کرد. ما هم گفتیم اولی نبودی آخری هم نیستی،
تو هم یکی روی اونای دیگه، وگرنه معمولا سوالات اساسی رو نمیبینی. آره پیام تو هم جزو سوالات اساسی بود. زیبا با این حجم نهارم میخوری؟ نمیدونم، بستگی داره، ممکنه اصلا همین بعد از لایف غذا بود یه چیزی بخورم، برمیگردم ببینم که بدنم باز چی میکنم. یه دفعه میبینی همسایت هستی، خب خوبه دیگه، همسایم هستی، دوست داری بیا ببینم، چه خوب. یه دفعه دیدی که نصف شبی هم بلند شدم یه چیزی خوردم. کی میری خرید لایف بذاری؟ الان که فعلا رفت تا دو سه روز دیگه، همه جا داره بسته میشه. شربت سینه؟ من شربت سینه نمیخوام اصلا، شربت و دارو اینا ندارم. یه داروی چیز داروی فشارخون که دیگه دادن دیگه، اونو هست. میدونی دوشنبه تعطیلیه؟ آره دیروز فهمیدم. عید دیدنی نمیری؟ نه مثلا من عید دیدنی نمیرم. دیدنی که ما که دو... عید روز موقعیه که دوست داریم بریم همدیگه رو ببینیم، نه به خاطر عید مناسب بود. تا حالا شده قیافه کسی رو مسخره کنی؟ قیافه کسی رو مسخره کنم یعنی صورتش و ظاهرش؟ خب یه بار که این کار کردم، اونم به خاطر قیافش نبوده، یعنی اصلا چیز بود، یه حالتی کرد که برای من خیلی زشت اومد. برگشتم گفتم که کی زنه این میشه، خودم زنش شدم. جمال دو تا آدمو قیافش رو مسخره، یعنی که قیاف مسخره نه، این که بهش گفتم که کی زنه این میشه، خودم زنش شدم. چون یه جوری چشمم لحظه اول که بهش خورد، اول نایده بودم، سرم پایین بود، بعد این رفتاری که کرد و سرشو آورد بالا وقتی اون صحبت کنه، انقدر که از این رفتاری که مثلا وقتی به من گفت جمال بود شوهرم، همون اینا رو توی چیز نوشتم، تو کتاب زینب نوشتم. آره اونقدر ناراحت بودم از برخوردش، بعد وقتی سرشو بالا کرد اومد حرف بزنه، انقدر به نظر من این زشت اومد، مثلا یه جوری زبونش رفت، نمیدونم چی جوری شد. حالا بعدم برای من خیلی خوشگل شده بود بعدها. برای همین زیبایی شناسی علمه، زیبایی شناسی با احساسات انسان نسبت به افراد تغییر میکنه. هیچی دیگه، ما اونو مسخرش کردیم، یه ماه نشد که زنش شد. نفر بعدی هم که اوه بود، 25 سال از من بزرگتر بود. همینطور من تو اسپانیا بودم، سرمو اینجوری اینجوری کردم، میگفتم امکان نه، مسخرش نکردم ولی گفتم امکان نداره، امکان نداره من با این آدم وارد یه رابطه ای بشم. 6 ماه بعد خودم بهش تقاضا دادم. یه بارم یه زنی رو دیدم که توی فروشگاه از دور خیلی بدجور به من نگاه میکرد، از دلم یه لحظه گذشت، گفتم وای چقدر این بد، نگفتم زشته، من زشت هیچ وقت به کسی نمیگم، ولی یه حالت بدی نسبت بهش پیدا کردم. اونم بعدا شد دختر خوندم. 3 بار تو زندگیم این کارو کردم، هر سه تاشم اومدن بیخ ریش خودم چسبیدن و حالا ما باید منتشونو میکشید. پردوغال پردوغال میخوام بخورم، ولی باش حالا یکم دیگه میخورم، باش فعلا نگاه کنم، خیلی خوشگل چای بخورم. زیبا شبیه پدر ما پدرتونید یا مادر؟ شبیه پدرم هم کپی برابر است. خب بچه ها بریم لایو چت الان.
نرگس توی گروه لایو چت داره تو کانال مشاوره. تا بعد، بای بای.